سلام دوستان، با فاکس موویز خوش آمدید. در این ویدیو داستان کامل فیلمی از ژانر کمدی ترسناک را از سال 2023 به نام دی کانفرانس تعریف میکنیم. لطفاً لایک ویدیو و سابسکرایب کانال را فراموش نکنید. در آغاز آنچه را که به نظر میرسد عواقب یک قتل عام باشد میبینیم. خون و آشوب در سراسر منطقه پخش شده. حالا به زمان قبل از حادثه میریم. یک گروه 9 نفره از کارمندان دولت در حال سفر به روستایی وسط جنگل هستند، به محلی به نام کلارنگن. آنجا آنها قصد دارند یک کنفرانس برای بحث در مورد یک پروژه بزرگ برگزار کنند. این تیم به عنوان بخشی از دفتر شهرداری ساخت یک مرکز خرید بزرگ و مدرن را در این منطقه که هنوز نسبتاً روستایی و توسعه نیافته است تصویب و ترتیب کردند. با انگلا که رئیس دفتر شهرداری است معرفی میشیم و بعد با رهبر پروژه جوناس که فردی بسیار مغرور و خودمحور است. به نظر میرسد دوست او کاج کاری جز ستایش جوناس و مسخره کردن بقیه افراد گروه ندارد. همچنان لینا را میبینیم که پس از مدتی مرخصی به دلیل نگرانی های سلامتی دوباره سر کار برگشته و همچنان با امیر آشنا میشیم که نسبت به لینا احساساتی دارد اما از ابراز آن میترسد و در کنار آنها سایر اعضا عبارتند از ایوا، توربیورن، نادیا و آنت. گروه در سایت مرکز خرید توقف میکنند چون شروع رسمی ساخت آن برای روز بعد برنامه ریزی شده. انگلا از تیمش تمجید میکند، به ویژه جوناس، برای تضمین قراردادهایی با شرکت‌های بزرگی مانند آیکیا که با سرعت برای تجارتشان در این مرکز خرید مغازه یا فضای کاری به دست بیاورند. همچنین بیان می‌کند که برای یک فعالیت حرفه‌ای تیم‌سازی اینجا هستند، جایی که یاد می‌گیرند چگونه با هم بهتر کار کنند. گروه بعد به سمت مقصدشان حرکت می‌کنند، در حالی که متوجه مردی مرموز می‌شیم که در حال پارو زدن با قایق است و جایی می‌رود. بلافاصله پس از آن گروه به روستای تعطیلات کلارنگن که وسط جنگل قرار دارد میرسند. اقامتگاه توسط زنی به نام جینی با همراهی راهنما، سرایدار و سراشپز اداره می شود. همه کارمندان جفت می شوند و اتاقهای کابین بر اساس نشانه های نجومی آنها اختصاص داده می شود. بعد از همان روز سراشپز سعی می کند برای مهمانان نهار درست کند، اما متوجه می شود که گاز تمام شده. پس تصمیم می گیرد بیرون برود و سیلندر را پر کند. سوار ماشینش می شود و به رادیو گوش می دهد و همچنان متوجه می شود که بسیاری از مردم روستا مخالف ساخت مرکز خرید هستند. ناگهان چیزی به ماشینش می خورد و وقتی برای بررسی می رود متوجه می شود که تله‌ای در جاده گذاشته شده. درست همان لحظه صدایی در جنگل می شنود و تصمیم می گیرد چک کند. وقتی به جنگل می رسد متوجه می شود که چندین رشته جاسازی شده که یک درخت را به درخت دیگری متصل می کند. همونطور که سراشپز آن را بررسی می کند، شخصی از پشت به او حمله می کند. در همین حال در اقامتگاه، تیم برای یک جلسه برای بحث در مورد پروژه گرد هم می آیند. انگلا جلسه را با یک ویدیو تبلیغاتی آغاز می کند و در مورد بیانیه و هدف تبلیغ اختلاف نظرهای متعددی وجود دارد. به شمول ملاحظات محیط زیستی، چون ساخت یک مرکز خرید و یک اجتماع منجر به نابودی جنگل ها، مزارع باز و زمین های کشاورزی می شود. آنت مخالفت شدید خود را ابراز می کند، اما دیگران سعی می کنند او را متقاعد کنند که همه آنها از قوانین محیط زیستی پیروی می کنند و به طبیعت بر روش های دیگری جبران خواهد شد. در طی این مدت لینا متوجه می شود که شرکت در زمانی که او نبود درگیر برخی فعالیت های مشکوک شده. مزرعه‌ای معتبر که متعلق به کشاورزی سخت کوش به نام پالسون و خانواده اش بود برای ساخت این مرکز تخریب شده و هیچ غرامتی به او داده نشده. بدتر از همه به نظر می رسد لینا این اسناد را امضا کرده، اگرچه بیاد نمی آورد که این کار را کرده باشد. لینا آشکارا با فعالیت های مخرب آنها مخالف است که جوناس را عصبانی می کند و منجر به مشاجره بین آنها می شود. بعدن یک بریک نهار می گیرند، اما از آنجایی که سراشپز آنجا نیست مجبور به خوردن هات‌داگ می شوند. کمی بعد جوناس لینا را کنار می کشد و از او می پرسد که چرا جلوی همه با او مخالف بود. لینا میگوید که شخصی امضای او را جعل کرده چون امکان ندارد قرارداد را با آن شرایط امضا کند. با این حال جوناس سعی میکند قناعتش را حاصل کند با این ادعا که باید امضای اسناد را فراموش کرده باشد چون اخیراً تحت استرس زیادی بوده. در همین حال نادیا ادعا میکند که حساب کتاب مالی جور در نمی آید و اصرار دارد که بودجه ها به طور کامل بررسی شود،
اما انگلا برای جلوگیری از فضای کاری خصمانه به او میگوید که در این مورد صحبت نکند. در جای دیگر کارگر روستایی دیگری را میبینیم که در حال نوشیدن آبجو برای استراحت است. اما ناگهان داخل در حالی که همه در حال دعوا هستند، مردی با یک لباس بامزه ظاهر می شود و سعی می کند با سرگرم کردن آنها حال هوای اتاق را تغییر دهد. اما کارمندان همچنان به مشاجره ادامه می دهند. این مرد را که معلوم می شود جوناس است عصبانی می کند و به اتاق دیگری می رود. اندکی بعد انگلا برای دلجویی از او می رود و جوناس شکایت می کند که این افراد بینش بلند ندارند و اصلا خلاق نیستند. انگلا به او اطمینان می‌دهد که همه به اندازه او استعداد ندارند و او به عنوان رئیس پروژه کار شگفت‌انگیزی انجام می‌دهد. برای تشویق او یک بیل طلایی به او می‌دهد و می‌گوید که فردا زمین را افتتاح می‌کنند. بعداً راهنما کل گروه را جمع کرده و آنها را به یک تور هدایت می‌کند. تلفن‌هایشان را جمع می‌کند تا بتوانند بدون حواس‌پرتی از اوقاتشان لذت ببرند. در طی این مدت لینا با امیر درد دل می‌کند که حتماً یک نفر امضای او را جعل کرده. و همچنین پیشنهاد میکند که با پالسون صحبت کند و غرامت خانه ویران شدهش را جبران کند. اما امیر به او اطلاع میدهد که این امکان ندارد چون پس از تخریب خانهش پالسون جان خود را از دست داد. پس از این گروه فعالیت تیمسازی خود را آغاز میکند که در آن به دو گروه تقسیم میشوند. اولین کسی که یک قایق برای عبور از رودخانه طراحی کند برنده است. یک قایق موقت از پلاستیک میسازند و تیم جوناس در نهایت برنده میشود. در همین حال قاتل که در اطراف پرسه می زند کیف همراه با تلفن‌ها و لباس بامزه جوناس را می دزدد. از سوی دیگر از مفقود شدن دو نفر از کارمندانش جینی ناراحت است و کارهای زیادی روی دست دارد. اما پس از آن در حالی که دنبالشان می گردد قاتل ناگهان در ماسک ظاهر می شود و به او حمله می کند. جینی تمام تلاشش را می کند تا فرار کند اما در نهایت کشته می شود. در همین حین تیم برای یک فعالیت تفریحی دیگر وارد عمل می شوند. یعنی استفاده از زیپلاین برای عبور از دریاچه. راهنما لینا را تشویق می کند که پیش قدم شود. اما لینا قبول نمی کند چون بیمار است و نمی تواند در موقعیت های خطرناک شرکت کند. با دیدن این جوناس را مسخره می کند و می گوید که او جرأت ندارد و دستیار یا چاپلوس او کاج هم از او حمایت می کند. لینا ناراحت شده و اظهار می کند که حوصله این کارها را ندارد و به سمت اقامتگاه می رود. بعدن در حالی که همکارانش هنوز مشغول فعالیت‌های زیپلاین هستند، یواشکی وارد اتاق جوناس می‌شود. بعد لپتاپ او را هک می‌کند و به زودی متوجه می‌شود که رئیس پروژه در یک سری تخلفات دست داشته. اسناد نشان می‌دهد که برندها و بزنس‌هایی که جوناس ادعا می‌کرد با آنها برای مرکز خرید قرارداد تضمین کرده، هرگز با ترتیبات و شرایط آنها موافقت نکرده‌اند. قبل از خروج، لینا تمام این اطلاعات حیاتی را روی یک USB درایو کپی می‌کند. مدتی بعد قاتل در حال برنامه ریزی یک حمله بزرگ است و تله های زیادی در جنگل میگذارد. در این بین راهنما متوجه می شود که تلفن ها دزدیده شدند، اما به همه توصیه می کند که نگران نباشند و به تفریحشان ادامه دهند. شروع به جستجوی همکارانش می کند تا در مورد تلفن ها بپرسد، اما نمی تواند آنها را پیدا کند. در حالی که این طرف آن طرف نگاه می کند، با بدن بیجان جنی روبرو می شود. درست زمانی که قاتل برای حمله از راه می رسد. راهنما سعی میکند فرار کند اما متاسفانه او نیز مانند دیگران کشته میشود. از طرف دیگر تیم برای استراحت و پارتی در جکوزی سرگرم میشوند. لحظاتی بعد لینا از راه میرسد و افراد مورد اعتمادش نادیا و امیر را برای گفتگو با خود میبرد. به آنها اطلاع میدهد که نمیتوانند اجازه دهند پروژه ادامه یابد چون منجر به زیان اقتصادی زیادی برای همه خواهد شد. همچنین میگوید که هیچ کس از جمله آیکیا علاقه به باز کردن فروشگاهی در مرکز خرید طوری که جوناس ادعا میکرد نشان نداده. وقتی مرکز خرید باز شود همه به خاطر ضرر هنگفت ملامت میشوند چون نه آیکیا و نه هیچ تجارت دیگری در راه نیست، در حالی که خود جوناس برای شرکت دیگری با افزایش حقوق کار خواهد کرد چون قبل از قبل با آنها قرارداد امضا کرده. لینا بعد بیرون میرود و نقشه جوناس را مقابل کاج فاش میکند. با شنیدن این جوناس آرام میگوید که میخواهد تنها با او صحبت کند و او را به اتاقش میآورد. ناگهان در ازای سکوت او موقعیت مهمی را در یک شرکت بزرگتر به او پیشنهاد میکند. جوناس ادعا میکند که لینا استعداد بیشتری نسبت به دیگران دارد و باید هدفش بالاتر باشد، اما لینا پیشنهاد او را رد میکند. با
با دیدن تلاش جوناس برای انکار اتهامات، لینا USB درایو را به او نشان می‌دهد و هشدار می‌دهد که اگر کار پروژه را متوقف نکند، او را به مقامات گزارش می‌دهد. بیرون همه با اتاق‌هایشان برگشتند، به جز انت و کاج. ناگهان قاتل ظاهر می‌شود و با دیدن ماسک، کاج فکر می‌کند که جوناس است، اما فرض او نادرست است. قاتل به طرز وحشتناکی مسلح کرده و او را می‌کشد. با دیدن این انت وحشت زده می‌شود و قبل از اینکه قاتل به او برسد فرار می‌کند. اندکی بعد انگلا از اتاقش بیرون می‌آید. گرسنه است و دنبال کارمندان استراحتگاه می‌گردد، اما متوجه می‌شود که فضای پذیرش خالی است. سرانجام به اتاقی می‌رسد که غرق در خون است و آنجا یک تعداد دندان پیدا می‌کند. متاسفانه قبل از اینکه انگلا بتواند بفهمد چه اتفاقی دارد میافتد، قاتل از راه میرسد و با او حمله میکند. به او میرسد و او را روی میله پرچم میبندد، در حالی که با شنیدن فریادهای او دیگران بیرون میآیند. با دیدن نزدیک شدن قاتل همه پارانوید شده و شروع به دویدن میکنند. جوناس و لینا به سمت جنگل میدوند که ناگهان جوناس در یک تله سیم گیر میکند و در نتیجه سرش دچار بریدگی شدیدی میشود. لینا به او کمک میکند و با هم از آنجا فرار میکنند. در وحشت قایقی را که قبلا ساخته بودند پیدا میکنند و تصمیم میگیرند از آن برای فرار استفاده کنند. اما لحظاتی بعد پس از مدتی دست و پا زدن، جوناس یک تغییر ذهنی ناگهانی پیدا میکند. به لینا هشدار میدهد که USB درایو را به او بدهد. در غیر این صورت او را در قایق نمیگذارد. لینا که چاره‌ای ندارد با اکرای USB را به او میدهد. اما به محض انجام این کار مرد شرور به او خیانت می کند و او را در آب می اندازد. به تعقیب این لینا دوباره به جنگل می دود، اما به زودی در چاله می افتد و آنجا با جسد سرآشپز روبرو می شود. در این بین اعضای بازمانده تیم خود را در اتاقی حبس کردند تا از قاتل در امان باشند. بعد تصمیم می گیرند با هم با قاتل مقابله کنند و شروع به ساخت سلاح می کنند. اما امیر نگران لینا می شود و تصمیم می گیرد خودش دنبال او برود. با چراغ قوه به جنگل می رسد و شروع به صدا زدن نام لینا می کند، در حالی که قاتل نیز در جنگل است و صدای او را می شنود. اما قبل از اینکه به امیر برسد، لینا او را می گیرد و ساکتش می کند. در جای دیگر نادیا دنبال کلید ون می گردد تا بتوانند فرار کنند. در نهایت آن را پیدا می کند، اما به نظر می رسد قاتل به او حمله می کند. موفق می شود از او دور شود و به دوستانش می گوید که کلیدها را در اختیار دارد. اما قبل از رسیدن به آن، قاتل ون را می سوزاند. درست همان زمان صداهایی را از در پشتی میشنوند و متوجه میشوند که شخصی میخواهد در را باز کند. خوشبختانه این فقط امیر و لینا است که زنده از جنگل بیرون آمدند. در صحنه بعدی آنت از مخفیگاهش بیرون میآید و جوناس را میبیند که به شدت آسیب دیده. مخفیانه وارد اتاقی میشوند که در آن آنت در بخیه زدن زخمهای او کمک میکند. در این لحظه آنت با جوناس اعتماد میکند و نشان میدهد که این هرج و مرج ممکن است به خاطر او باشد. جوناس گیج میشود. پس آنت میگوید که قاتل ممکن است همکار سابق آنها فرانس باشد که در اداره محیط زیست کار میکند. فرانس به خوبی میداند که مرکز خرید برای جامعه مخرب خواهد بود. بنابراین آشکارا با این پروژه مخالف بود. آنت همچنین فاش میکند که از سفر آنها به استراحتگاه کلارنگن قبلا به فرانس خبر داده بود. جوناس که این را میشنود عصبانی شده و با عجله بیرون میآید و آنت دنبالش میکند. بعد سوار موتورسیکلت میشود و میرود. وقتی قاتل ظاهر می شود، آنت به جوناس التماس می کند که او را هم با خود ببرد، اما جوناس قبول نمی کند و او را رها می کند. با دیدن نزدیک شدن قاتل، آنت سعی می کند او را آرام کند و فکر می کند فرانس است. ادعا می کند که هر کاری انجام داد تا آنها را متقاعد کند که پروژه را ادامه ندهند، اما کسی به حرف او گوش نداد. بعد نقابش را بر می دارد، اما متوجه می شود که او فرانس نیست و قاتل هم کار او را تمام می کند. در همین حین جوناس با موتورسیکلت قصد فرار دارد، غافل از اینکه قاتل در جاده نیز تله هایی گذاشته که باعث می شود تعادل خود را از دست داده و به رودخانه بیفتد. در اقامتگاه امیر مقاله‌ای در روزنامه پیدا می کند که نشان می دهد پالسون پس از تخریب خانه اش جان خود را از دست داد. پسرش جسد او را در انبارشان پیدا کرد که او را آشفته و دگرگون کرد. پس از آن علناً قول داد که برای حقوق کشاورزان مبارزه کند و مصاحبه او با روزنامه نیز منتشر شد. گروه تصور میکنند که پسر پالسون پشت همه این اتفاقات است و میخواهد انتقام پدرش را بگیرد. لینا ایده عبور از دریاچه با استفاده از زپلاین را مطرح میکند و گروه موافقت میکنند و برای دسترسی به زپلاین وارد جنگل میشوند.
اما بعد با قاتل روبرو می شوند که باعث جدایی آنها می شود. نادیا در یک تله خرس گرفتار می شود، اما به هر حال موفق می شود به صورت قاتل ضربه ای وارد کند. در حالی که این مانع از ادامه قتل ها نمی شود، اما به نادیا زمان می دهد تا فرار کند. در این بین ایوا و توربیورن فوراً به کابین برمی گردند تا پنهان شوند. بعدها امیر و لینا موفق می شوند به زیپلاین برسند. از یک سر با هم شروع می کنند، اما متاسفانه وقتی به وسط می رسند، امیر متوجه می شود که طرف مقابل زیپلاین شاخهای تیز جاسازی شده. بنابراین طرف را عوض می کند و جان خود را برای نجات لینا تسلیم می کند. لینا خوششانس است که شاخهای تیز فقط چند سانتی متر با او فاصله دارند، پس به سرعت به جنگل می دود. کنار درختی می نشیند و با وضوح زخمی شده و خونریزی دارد. ناگهان صدای زنگ یک تلفن به گوشش می رسد و جایی را که قاتل کیف را همراه با موبایل ها گذاشته بود همان نزدیکی پیدا می کند. با این کار بلا فاصله گوشی خود را می گیرد و با پلیس تماس می گیرد. در اقامتگاه قاتل ایوا و توربیورن را پیدا می کند و آنها جرأت می کنند تا به تنهایی با او مقابله کنند. زمانی که قاتل می خواهد ایوا را بکشد، توربیورن از راه می رسد و ماسک او را آتش می زند. قاتل فوراً ماسک خود را در آب می گذارد و بر می گردد تا کار آنها را تمام کند. خوشبختانه نادیا به موقع می رسد. و موفق می شود سر قاتل را از تنش جدا کند. مدتی بعد لینا متوجه ورود ماشین‌های پلیس می‌شود و سعی می‌کند به آنها نزدیک شود، اما همان موقع جوناس از ناکجا آباد ظاهر می‌شود و او را می‌گیرد. لینا را متهم می‌کند که زندگیش را خراب کرده و حاضر است او را بکشد تا اطلاعاتی که به او آسیب می‌رساند را فاش نکند. لینا نیز که چاره‌ای ندارد با او به شدت مبارزه می‌کند. در یک مبارزه وحشیانه در نهایت پوست سر او را می‌کند و کارش را تمام می‌کند. و بعد به نظر می رسد که این کابوس بالاخره به پایان رسیده، چون اقامتگاه به زودی توسط آمبولانس ها و ماشین های پلیس پر می شود. لینا هم به اقامتگاه برمی گردد و می بیند که سر قاتل را از بدنش جدا کردند و در پایان تنها لینا، ایوا، نادیا و توربیورن زنده می مانند تا یک روز دیگر را ببینند.